بر شما یاران جان، علیرضا راد هستم و امروز از قاب ذریب سه در خدمت شما عزیزان هستم. اولی خسته نباشید بگم به بچه های گل رشته ریاضی و رشته انسانی و بچه های هنر که دیروز، البته امروز اولین روزیه که دیگه رفتن تفریح، رو فکر کنم الان دیگه اصلا حوصله کنکور رو ندارم. اما بچه های تجربی، میخوام همین اول یه جمله خوب بهت بگم که قشنگ اثرگذار باشه. تو فردا بعد از ظهر میفهمی که کنکور جزء کوچکی از زندگی تو بوده. مهم هست، اثرگذار هست، اما قراره انقدر آزمون‌های متفاوت توی زندگیت بدی که بفهمی یک روزی بشینی و آرزو کنی که کاش من همچنان یک کنکور بودم. بریم سراغ اصل مطلب، یک تیم قوی، یک تیم حرفه‌ای امروز در ذریب سه منتظر شما عزیزان هستن. شما رو دعوت کردم به تحلیل سوالات کنکور. بچه ها، قبل از اینکه از مدیر مجموعه دعوت بکنم که حالا با شما صحبتی داشته باشه، جناب آقای مهندس، من میخوام این نکته رو بهتون بگم. بچه ها، تحلیل سوالات کنکور صرفا میتونیم بگیم تا 70% فقط میخواد به شما نشون بده که سوالات اتفاق عجیب و غریبی توش نیفتاد. اگر سخت بوده برای همه سخت بوده و اگر آسون بوده برای همه آسون بوده. شما پای این لایو و پای این برنامه نشستین تا فقط بدونید سوالات از اتفاقهای عجیب و غریبی یا از جاهای عجیب و غریبی نیومده. من همین الان دعوت میکنم از آقای مهندس تشریف بیارن. حالا بچه های پشت صحنه مثل این که به من میگن سویش بکنیم سریع. خب میگم من همچنان در خدمت شما باشم. خب خیلی خوشحالم دیگه، برنامه لایو از این مسائلم به وجود. پس ادامه بدیم صحبت رو بچه ها. ببینید داستان چیه؟ داستان اینه که قراره ببینید که شرایط خاصی نیست، اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. قطعا هر چیزی که خوندی قراره همونا توی کنکور بیاد و امروز قطعا این جمله رو هی با خودت تکرار میکنی، ای این تستا رو که من خوندم، ای این نکته رو بلدم، ای من اینو چند بار دیدم، چند جا زدم، چند بار مرورش کردم. این اتفاق قطعا برای شما میفته. یه حس عجیب و غریب و باحال خدمت شما کنکوری میاد. فکر میکنم از ساعت 7 تا 8 شب، آقا من هیچی یادم نیست و هیچی بلد نیستم. بچه ها، این حس برای تمامی دانش آموزای کنکوری هستش. برای همه قرار این اتفاق بیفته. پس با آرامش خاص امروز از زندگی لذت ببر، مدیتیشن کن، خدا رو شکر که انقدر به تو سلامتی داده که بتونی با فراغ بال بری سر جلسه آزمونت بشینی و از آزمون دادن لذت ببری. من سر تعظیم فرود میارم جلوی همه شما، هر کسی هر چقدر درس خونده، حتی یک دقیقه، قطعاً اون میزان توانی بوده که باید میذاشتن. من علیرضا راد 13 سال توی کنکور یه حرف ثابت رو به عنوان مشاور به همه دانش آموزا زدم. خوب گوشتو به من بده، این جمله رو یه جا بنویس برای همه زندگیت. تمامی کسانی که درس خوندن موفق نشدن و تمامی کسانی که درس نخوندن بدبخت نشدن. مسیر آدم ها قرار نیست همه عین هم باشه. ما با درس خوندن فقط قراره یک مسیری رو مشخص بکنیم که یک سری ارتباطات و یک سری اتفاقات بیفته. من یه ذره از این قابم با شما صحبت بکنم، یه ذره شما عزیزان رو ببینم. پس امیدوارم با حال خوب، با انرژی خوب، با توان کافی بری سر جلسه آزمون، اون چیزی که لازمه روی برگشت پیاده بکنی همون کار رو انجام بدی. دوباره تکرار میکنم، قطعا تمامی سوالات همون سوالاتی هستش که تو خوندی. و اگر بازم میگم اگر سخت باشه برای همه سخت بوده و اگر آسان باشه برای تمامی دانش آموزان آسون هستش. خب من یه آمار بگیرم بچه های پشت صحنه. استاد بهزادی آماده هستن؟ آقای مهندس، شما ما در خدمت آقای مهندس زمانی هم باشیم، یه خوش آمد به شما بگن و سریع بریم سراغ آقای بهزادی. منم تا مهندس صحبت میکنم برم اون ور یه خوش آمدم با آقای بهزادی یا از اون قاب در خدمت شما هستم. آقای مهندس، خدمت شما ارادتمند، موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام به بچه‌های ناب و درجه یک و خوب ظریف سه ای. الهی که حال دلتون خوب باشه. اصلا امروز اینجاییم که حال دلتون رو خوب کنیم، به خصوص شما بچه‌های رشته ریاضی. اصلا میگم شما بچه‌های رشته تجربی، بدونید که گامی برداریم یه خورده دلتون رو آروم کنیم برای آزمون فردا. اینو بدونید ریتم سوال‌های امروز بسیار به شما کمک خواهد کرد. ریتم سوال فردا دستتون بیاد، یعنی توی مایه یه لول یه سبک یه تیپ سوال هستن، دلیل اینجاییم هستیم که حال دلتون خوب کنیم. صحبت کوتاه میکنم بریم سر تدریس درس ادبیات. با درس ادبیات شروع کنیم بچه‌ها. بدونید بنامون برنامه‌مون بر اینه که هفته رو با هم تحلیل کنیم برای فردا، که ان شاءالله همه سوال‌ها رو بتونید تیپ شناسی کنید. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. استاد عزیزم استاد بهزادی منتظر شماست تو استودیوی کلاس درسمون. بریم درس ادبیات رو با هم شروع کنیم. سلام به همه بچه‌ها، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. یه ذره که فایده نداره صحبت من فقط با بچه‌های تجربی و زبان که فردا کنکور دارن نیست، حرف من از خود کنکوره. من احمد بهزادی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی. امروز در خدمت گروه ضریب 3 هستیم و میخوام راجع به سوالای ادبیات با هم صحبت کنیم. بسم خوبی؟ تشکر. میخوام راجع به ادبیاتش با هم صحبت بکنیم، راجع به نکات ریزش، راجع به خیلی قصه‌ای که داره. دفترچه ریاضی و دفترچه انسانی رو خود سازمان سنجش خب اصلا منتشر نکرد. حالا ما تونستیم عکسایی که یه سری از بچه‌ها داشتن به صورت پراکنده جمعش بکنیم، تبدیلش کنیم به یه سری سوالا که یک نقشه راهی باشه برای بچه‌های تجربی فردا و بچه‌های ریاضی انسانی هم که امروز تحلیل کردن که در کنارشون هستیم، بتونن یک دلخوشی داشته باشن حالا نسبت به اینکه چه درصدی آوردن، سایر بچه‌ها چی کار کردن، اصلا کلاً جنبه ادبیاتش چجوری بوده امسال. چون یه مقایسه خیلی ریزی بکنیم هم هنر رو هم ریاضی و هم انسانی رو. فقط جسارتا من زمانی که دارم رو به من میگید که چقدر من تایم دارم واسه تحلیل کردن. خیلی چون میخوام روش برنامه‌ریزی کنم. بچه‌ها اگه آماده هستن بریم با هم دیگه شروع کنیم تحلیل کردن. دفترچه‌ای که می‌بینید اینجا، بریم روی دوربین. دفترچه‌ای که می‌بینید بچه‌ها دفترچه رشته ریاضی بوده. دفترچه نیست، بازم میگم کیفیتش بده به خاطر عکس‌ها. ما اینو پراکنده دیدیم که نگران چیزی هم نباشید. سوالا، فرم سوالا مثل کنکور هنره، مثل ریاضی همون جوری بوده، انسانی هم همین جوری. یه قاب مشخصی داره برای بچه‌های تجربی استثنان و بچه‌های زبان میگم تخصصی. نگران نباشید، تست تاریخ ادبیات باز نیومده، حذف شده. یه دونه تست ترکیبی اومده، یه سوال به قرائت معنایی اضافه شده. بخش واژگان غلط املایی سوالای بسیار متوسط و خوش دستی داشته. واژگان همه از انتهای کتاب انتخاب شده. حالا سوالا میگم خیلی دیر به دست ما رسیده، تحلیل سطر به سطر و تشریحش رو هنوز کامل باید بنویسیم در اختیارتون قرار بدیم که بخونیدش بعداً. ویژه بچه‌های 1402 هم دارم میگم، هنوز معلوم نیست که چه اتفاقی بیفته. تا اینجا که اگه معلوم نباشه هر چیزی هست، پس من موظفم هم کارهای قبلی رو انجام بدم، یعنی کنکور عمومی رو داشته باشم فعلا. ولی بریم سراغ سوالا. سوال یک تا سه، سوالای غلط املایی و یک تا شش، سه تای اول واژه، سه تای دوم غلط املایی. اجازه بدید من این قلمو هم بردارم. سوال شماره یک فرم سوال تکراری کنکور بوده. میگم این رشته ریاضی سه تا سوال واژه ریاضی رو حل میکنیم، بعد میریم سه تا سوال انسانی ها، به ترتیب با هم دیگه موضوع به موضوع میریم جلو. سوال شماره یک، واژگانی که داره در، آورد، بهرام، سپردن، و خودت نگاه کن، خود طراح سپردن نذاشته ها، امانت دادن به کسی نذاشته، گفته سپردن، که توی فارسی 11 داشتید واژگان هم از همونجا انتخاب شده به معنی تهی کردن، به معنی حالا اونجا پای سپردن بودش اگه یادتون باشه. واژگان کاملا خوبیه، واژگانیه که من دیروز توی کنکور هنرم که تحلیل کرده بودم برای بعضی از بچه‌ها گذاشتم که دیدنش، گفتم برید سراغ واژگانی که یک معنی دارن یا دو تا معنی دارن. نهایتا این دو تا معنی رو حواستون باشه، این دو تا معنی یا تک معنی ها، دو معنی ها به درد حذف گزینه میخوره. شما نیاز نیست بگردید همشو پیدا کنید. خب اگه بدونید بهرام مثلا زحل نیست، خب گزینه حذف میکنی. یا سپردن مثلا رسیدن نیست، خب سه تا گزینه حذف شد، میتونی خیلی راحت به جواب برسی. پس ببین یکی از تکنیکایی که به نظر من طراحا دارن ازش استفاده میکنن اینه که از حذف گزینه استفاده بکنم، یعنی واژگانی رو انتخاب بکنم نرم همشو پیدا کنم، دونه دونه شو نمیخواد پیدا کنی، حذف گزینه کن. همین فرمو نگاه کن،
همین مدلی که الان دارم توضیح میدم، اگر این یک کوچولو خیلی خوبه اینجوری فایلش میگم، اگر بعد عذرخواهی میکنم هنوز به صورت پی دی اف در اختیارم قرار نگرفته. همه معانی واژه حرکت کنه کاملا درست است به جز، بازم سوال منفیه، من دنبال یه واژه غلط میگردم. حتی یه دونه هم واژه غلط بود به صفت فاعلی یا صفت مفعولی بچهای تجربی دقت بکنن. مثلا نگاه کن اینجا واژگان درایت دانش بینش، ببین دو تا مترادف فراش گذاشته، اینو بهش دقت بکنین. یا مثلا اینجا نوشته انبان خیک پوست گوسفند، آیا انبان معنی پوست رو میده یا معنی کیسه ای از جنس پوست گوسفند میده؟ به اینا باید دقت کنید، به این ریزه کاری های خیلی جالب. واژگان واژگان خوبیه ها، بچه‌ای که آزمونای آزمایشی شرکت کردن، بچه‌ای که قلمچی گزینه دو سنجش گاج زدن و پرتکرار آزمونا رو حل کردن، بعید میدونم توی واژه مشکلی داشته باشن. حالا سومین واژه‌ش هم ببینین تستشو، معنی چند واژه نادرست است. باج واژه شگرف برتر بهش دقت کنا، ایدون اینچنین اینجا و اکنون رو داشته باشا، رواق درگاه منت نیکویی وجه وجود جبین جبهه پیشانی سرحد تپه مزق بل فاحش واز. نگاه کن مزقو ببین، همین مزقه توی 99 به عنوان غلط املایی سوال اومد، من اصلا داستان درست کردم راجع به این مزق و مغز و یکی یه ذریعه مثلا مزق به کار میبرن و اینا، و فاحش هم واضح آشکار. ببین واژگاه خوش دست اینو داشته باش. حالا همینا رو میرم روی اگر اینجا با این باید بزنم، بله میخوام برم رو انسانیا، سه تا سوال انسانی رو هم بهتون نشون بدم. ببینید بچه ها، واژگانی که توی انسانی سوال اومده بود، ادبیات عمومی انسانیا، خیلی جالبه. نگاه کنین اینش جالبه، باز مزق اینجا اومده، یعنی همونی که تو دفترچه ریاضی اومد تو دفترچه انسانی اومده بود. واژه 99، واژه 98، واژه آزمون آزمایشیه. نکته باریک، نغز لطیفه، برکشیده، ترفیع، قلیان، میبینی؟ دقت بکن، شدت هیجان عاطفی، فوران، قلیان. چون به ترتیب گفته، من برکشیده رو قلیان نمیتونم بگیرم. ببین نگاه کن، میرم سراغ واژگانی که بچهای تجربی دقت بکنن، میرم سراغ واژگانی که یه معنی یا دو تا مترادف داشت، تعداد مترادف کمتر گزینه بهتر واسه حل کردن. این مهمه ها، تعداد مترادف کمتر واسه گزینه حل کردن حذف کن باش. ببین همین فرم دوباره اینجا اومد، منتها تو ریاضی برگشت گفت نادرست، اینجا گفت درست. در کدام موارد معنی همه واژه درست است؟ لاجرم، کومیت یا کومیت، اسب زرد رنگ بهش دقت کن، مبتنی وابسته به هر چیزی، دوات مرکبدان، حازم دوراندیش، محتاط، نمط طریقه روش، مندرس فرسوده، طرفه عجیب، حماسه دلیری، منحصر محدود، بدیل مردان کامل، میغ ابر. به کلمه‌ای که تاکید کردم دقت بکنید، من پاسخنامه تشریح در اختیارتون میذارم که کامل داشته باشید، کلیدش هم بهتون خواهم داد، کلید پیشنهادی خودمون رو بابت درس ادبیات هر سه رشته، یعنی هنر، ریاضی، انسانی، فردا بچهای تجربی کلیدش رو بهتون میدم. فرم سوالا میخوام اون آرامشه رو برای بچهای تجربی فردا داشته باشیم که خیالشون بابت درس ادبیات عمومی راحت باشه. سه رو ببینیم با هم دیگه. ببین باز سه همونه، شوری با تعداد واژه، مدل سوال کپیه، واژگان ببین، شوریده رنگ، خیلتاش، قربت، تعبیه کردن، لین، شیخ، حفره، جولان. ببین واژگان واژگانیه که کسی انتهای کتاب رو حفظ کرده باشه به راحتی میتونه به سوالش جواب بده. شاید یک واژه یادت بره تو شمارشی دوچار مشکل میشی، نباید واژه یا مترادفی یادت بره، ولی دوتای اول به راحتی با حذف گزینه حل میشه. همین مدل رو میری سه تا تست غلط املایی، نگاه کن سوال 5 و 6 رو ببینیم با هم دیگه. زیاد رفتم، یه لحظه صبر کن. باز دارم میگم عکسه ها، هی نگی چرا کیفیتش بده. املای کدام عبارت درست است؟
یعنی غلط پیدا کن، گزینه هست کن، واژگان املایی واژه‌ای پیدا کن که به شک بکنی، حروفشو بتونم تغییر بدم، معنی جمله رو تغییر بدم. غریب و غریب توی هنر سوال اومده و تاکید طرا بود، طبع دیروز حل کردمش، اینجا دوباره سوال اومد ازش. بهتر آن که به گناه اعتراف نمایی و بدان چه کرده اقرار کنی، خود را از توابع آخرت و انابت برهانی. انابت رو نگاه کن با این نوشته، 1400 غلط املاییشو برو نگاه کن. سوال دو، قاضی را به گمان خود و ظن حاضران بی حجت ظاهر حکم نشاید کرد، اگر این شبهت افتاده است طبع همه بر گناه من قرار گرفته است. سرشت و ذات همه نگاه کن، تبعیت پیروی کردنش باید اینو داشته باشی. سه رو ببین، حرص نفس و قوت آز بر طلب جاه رای مرا ضعیف کرد، بر طلب جاه رای مرا ضعیف کرد. و نصایح تو در دل من بیقدر گردانید، نصایح تو در دل من بیقدر گردانید. بهش دقت بکن، قدر رو نگاه کن، داشته باش اینو. چهارم ببینیم، او نیک گرم سخن و چرب زبان بود، قطعا تا اینجا چی ندارم، و به زبان آوری مباهات نمودی و قدرهای زرندود او دلپذیر شد. قدرهای زرندود، مکرهای زرندود، فریبها، دروغهاش، این قدر و قدر رو جفت گزینا غلط داده بود، اناوت هم غلط داده بود. دقت کردی؟ چقدر راحت میشه حذفش کرد؟ پنج رو ببینیم، شیش رو ببینیم. در متن چند تا وجود داره، تعداد خواسته، جمله به جمله. طلب آن کن که بدانی که این صفات بهای مسطوران را در تو برای چه آفریدند، ایشان را بدان آفریدند تا تو را اسیر کنند و شب و روز به سخره گیرند. سخره رو نگاه کن، دقیقاً واژه‌ایه که توی 99 و توی 1400 کپی شده ها، داشته زیاد هم داشته. باید یکی مرکب خیش سازی و از دیگری سلاح، یکی را مرکب یکی را سلاح بسازم، یا سلاح به معنی سلاح و ابزار جنگیه یا صلاحیت و درستی کاریه. خب سلاح دیگه، سلاح رو میسازن، سلاح که نمیسازن که. پس نگاه کن سخره رو ببین، سلاح رو ببین، غلط املاییش رو بهش دقت بکن. این میشه غلط املایی انسانی ها. خب حالا همین رو بریم تو تجربی ها ببینیم با هم دیگه، ببخشی تو ریاضی ها ببینیم. همش فکر میکنم تجربی ها امروز کنکور دادن، کنکور دادی فردا بگو استاد درمت گرمستان چی نمیخواد بگی، این نکاتی گفتی، تحلیلی که کردی، مدل استراتژی که به ما یاد دادی به دردمون خورد. این نیم ساعت 45 دقیقه که وقت گذاشتیم باز مجموعه ذریب سه در کنار شما بودیم مفید بوده، تونستم 4 تا نکته توش یاد بگیرم فردا استفاده کنم ازش. سوال 5، غلط املای رشته ریاضی، املای کدام واژه کاملا درست است؟ به اهتمام. آقا رسیدی همینجا بزنش دیگه. تو از قصد ایشان ایمن گشتم و قبول صلح برای رد ایشان فرض گشت. قبیرای به هیچ حال وحشت به خود راه نداد و خوف و حیرت را در حواشی دل مجال نگذارد، مجال نگذارد. فرصت دادن، قرار دادن، داشته باش اینو دیگه. رزه که به معنی ادا کردنه. پس از تأمل و مشاورت او را مکان اعتماد خیش گردانید و ثقت او اطمینان به دانش و کفایت زیادت گشت. گزینه 3 چقدر گزینه خوبیه بر انتخاب. 4 رو ببینیم، بیمعونت و مظاهرت من از خلاص نتوان یافت و شاید بود که سخن من به گوش خرد استماع، بابا استماع، سمع، خب غلطه با همزه دیگه، آسونه. سال 6ش گفته که سال 4ش هم ببینیم، سال 4ش همون مدلی بودش که توی هنر دیروز هم سوال اومد، ایشالله توی تجربی هم سوال بیاد سری بزنیم. من جای شما باشم اصلا از عنوان سوال نمیخونم بچه ها، عنوان سوال به شرد هم میخوره، اصلا عنوان سوال بریز بیرون، برو غلط املایی رو پیدا کن، حذف کن، واژه‌ای پیدا کن که غلط باشه حذفش کن، نیاز واسه واژه خوندن نداری که. املای درست کدام واژه به ترتیب فلان و فلان است، امتناع، تب، کید، محظور، غریب، همینجوری میخونم، تلبیس، محظور، تب و تب و نگاه کن، پس به درد حذف گزینم میخوره. امتناع هم ببین، لعینی، محظوظ، تب، امتناع، امتناع با همزه دارم، داشته باشی، تب، محظور، تلبیس، تلبیس با سه سه دندونه، محظور، قو یا قو به معنی فریاد،
خب میام گزینه حذف میکنم. اینجا گفته سرشت، سرشت با تبعیت نه، پس میام میگم که یک حذف، چهارم حذف، امتناع هم حذف. بزن دیگه اعصاب ما رو خود میکنه، اینجا دو ساعت وقته، بزن بره دیگه. دیگه این چیزی داره آخه، ادبیات سخته سخته، ادبیاتش خوش دسته، راحت باشه، ادبیات خوب میشه بزنی امسال، درصد خوب میاریم، ان شاءالله امسال 100 داشته باشیم، درصدا بره بالا. بعضی میگه نه ای کاش سخت باشه، بچه‌ای که خوندن حقشونو بره. آقا هر کی خونده باشه خب درصدشو میاره دیگه، هر کی متوسط خونده باشه درصد متوسط بیاره، چه اشکالی داره؟ مال بابامونه مگه درصدا؟ در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ آقا اگه وجود ندارد حذفش میکنم، اگه دارد نگرش میارم. این علامتایی که اینجا زدن بچه‌ها اینا راهنمایی نیستا، اینا همونی که دفترچه رو حل کرده بعضی از سوالا رو اینجوری برام گذاشته. گفته ملک از دارالغرور دنیا به دارالسرور آخرت پیوست. ملک، 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 ملک نمیتونم بخونم، پس نهاد این باشه، باید بخونم ملک، پادشاه. ملک از دارالغرور دنیا به دارالسرور آخرت پیوست و سریر ملک به فرزند مهترین سپرد. سریر با ساد نیستش دیگه، پس این الان غلط املایی داره، یعنی الف من غلط املایی داره، الف من غلط املایی داره. ببینم به ودالش هم داره، اگه به ودال کیش داشت گزینه رو زدم دیگه. اگر از این بگذاریم و مهمات شر و رسم مهمل گذاریم، نقض عهد و ایمان کرده باشیم. نگاه کن حالا جیم، روزی مگر آواز ببخشید دال، عدل پادشاه آن است که خلاقیق را از چنگ قهر او برهاند و آن ولایت از دست تقلب او انتظار کند. از دست تقلب، تقلب رو نگاه کن، میبینی ردش میکنی. تقلب به معنی چیه؟ تقلب کردن. خب چرا باید اینجا گفته قهر؟ واژه قهر واژه غلبه نمیخواد آیا؟ واژه غالب چیره، مسلط، پیروز شدن، جنگیدن نمیخواد؟ میریم تو بخش آرایه هاش، آرایه ریاضی رو ببینیم، میریم آرایه های انسانی رو هم ببینیم. با تو آرایه های ریاضی بازم دقیقا همون چیزی که توی هنر اتفاق افتاده اتفاق افتاد، یعنی دقیقا تیتر عنوان ها که آرایه داشتیم میاد یه چند تا آرایه میده، بیت میده، میگه انتخاب کن، تو از این سه تا دو تاشو انتخاب کن، باش حذف گزینه کن، بعد اگه موندی بین دو تا اون یه دونه آرایه میاد تفاوت اون دو تا گزینه رو به تو میده. مثلا اینجا گفته استعاره ایهام تضاد، مثلا تضاد استعاره، خب از ایهام شاید برات پیدا کردنش راحت تر باشه، یا ایهام پیدا کردنش راحت تر باشه، برو سراغ اون. مهر و ماهش را فلک در صد هزاران پرده پوشد، گر نقاب از چهره بردارد نگار بی نظیرم. گرچه کامم ز لب نوش تو تلخ است اما، گر کسی گوش دهد قصه شیرین دارم. سه، هر سر موی مرا از تو امید دگر است، وه که با این همه امید بسی نومیدم. کاش ابروی کجش بنگری از دیده راست، تا بدانی که چرا کشته شمشیر شدم. دقت کنین، ایهام، استعاره، تضاد، یعنی اصلا خب مشخص تضاد شد یه گزینه واسه من حسب بکنه، ولی استعاره و ایهام میتونه گزینه‌های متعددی رو به من بده. مهر و ماهش را فلک در صد هزاران پرده پوشد، آسمان مهر و ماه او را میاد با صد هزار تا پرده میپوشاند، آسمون نمیتونه بپوشونه، خب استعاره داره. بین مهر و ماه میتونیم، بعضیا گفتن تضاد بگیریم که خورشید و ماه با هم تضاد داره، خب ولی بعضی وقتا هم میگن که نه خورشید و ماه با هم تناسب داره. این دقت میخواد که آیا من گزینه بهتری رو میتونم براش انتخاب بکنم یا نه. تو آرایه این اتفاق میفته بچهای تجربی، توی آرایه اتفاق میفته و تو قرابت این اتفاق میفته که نظر طراح، پاسخ کلید سنجش مهمه. اینو من نمیگم، تمام عالم میگن، برید سایت پاسخ، سایت های دیگه نگاه بکنین، ببینید این اتفاق میفته، تو آرایه این اتفاق میفته، تو قرابت این اتفاق میفته. به خاطر که من میگم آقا مهرما تضاد داره، طراح میگه نه مهرما تضاد نداره، که تلخ و شیرین با هم تضاد داره، اینجا مثلا کج و راست با هم تضاد داره، این نومید و امیدواری با هم تضاد داره، پس همشون تضاد داره دارن انگار، پس من با استعاره ایهام باید پیداش بکنم. مهر و عشق رو نمیتونم معنی کنم، پس اینجا ایهام نداره، میبینی؟ یا مثلا اینجا قصه شیرین میتونم ایهام بگیرمش، برم اینا استعاره داره، گرچه کامم ز لب نوش تو تلخ هستم، ما تا اینجا که استعاره ندارم،
گر کسی گوش دهد و سه شیرین دارم پس ندارم اینجا. میرم گزینه 3 و 4. هر سر موی مرا از تو امید دگر است و که با این همه امید بسی نومیدم. جوابش میشه گزینه 4 دیگه. کاش ابروی کجش بنگری از دیده راست تا بدانی که چرا کشته شمشیر شدم. اینجا شمشیر رو میتونم استعاره بگیریم از ابروی کج معشوق. حواست باشه دیده راست ایهام داره، هم دیده که درست میبینه هم چشم راست معنی میده، ایهام داره. چپ و راست هم که با هم تضاد ایجاد میکنه. بریم سال 8 رو ببینیم. آرایه های این بیت کدومه؟ سودای سر زلف تو زلف کمند افکن ساقی سیلی است که در کندن بنیاد من آمد. سودایه مثل سیله. بریم تو گزینه ها ببینیم. گفتم برای مدل حل کردن اینجوری ها انتخاب آرایه میکنی، یعنی میای میگی که خب من بیتو نمیخونم، میرم تو انتخاب آرایه ها. آرایه هایی که دشواره استعاره یا میام تناسب و مجاز و نگر میدارم، آرایه های آسونم حذفشون میکنم، تکنیکی ها رو انتخاب میکنم، سخت ها رو بعد از تکنیکی ها حل میکنم و باش گزینه حذف میکنم. اصلا نیازیست خیلی به جواب اصلی برسی ها. تو یک مثلا تشبیه و جناس رو انتخاب میکنم بعد استعاره، توی دو واجارایی رو حذفش میکنم. تمثیل خیلی آرایه ای نیست که بتونه جواب تست اصلا به من بده. خیلی ها میگن اصلا تمثیل آرایه نیست، یعنی اصال المثل یا ضرب المثل یا مثال یا شباهت آوردن به کار رفته. استعاره و جناس گزینه دو گزینه خوبیه واسه تحلیل. گزینه سه تضاد بد نیست، یعنی جز آرایه تکنیکیه، بقیهش دشواره. خب زمان میگیره ازم تحلیل همچین گزینه ای. چهار تشبیه تشخیص واجارایی هست. واجارایی رو حس میکنم سه تا آرایه است، آرایه دقیقیه، آرایه که میشه راحت حلش کرد. سودا و یه سر زلف کمند افکن ساقی سیل است. خب تشبیه که داشتم. سودا و یه سر زلف کمند افکن ساقی سیلیست که در کندن بنیاد من آمد. اومده بنیاد من رو بکنه. حسنی پس ندارم دیگه، پس میتونم گزینه حذف کنم. چرا باید حسن داشته باشه؟ میبینین قشنگ اینجوری انتخاب کردن میتونی باش حذف گزینه بکنی ها. یا مثلا تو آرایه شماره 9 و 10 که حتما یه دونه در برابر آرایه داریم، یه دونه هم توی گزینه ها داریم، اینو بهش دقت بکنی. بازم همون کارو میکنم، میام مثلا بیتا رو نمیخونم، میگم سوال گفته منفیه، دنبال غلط میگردم. من اینجا بتونم با قلم براتون نشون بدم عالیه. اینجا دنبال منفی میگردم، اینجا انتخاب میکنم، میگم اینو حذف میکنم، اینو نگه میدارم، اینو نگه میدارم، اینو نگه میدارم. این دوتا هم سخته. میگم اول گزینه 2 رو بررسی میکنم، بعد 3 و 4 رو بررسی میکنم، بعد 1 رو بررسی میکنم. اینجوری بررسی میکنم. از آن دندان ز پیران گردش افلاک میگیرد که از غفلت نیاندازی به پیری لب گزیدن را. چرا از آن؟ ببین ناکن این ازانه به تو حسن میتونه بده. چرا این کارو میکنن؟ از آن دندان ز پیران گردش افلاک. گردش افلاک میدونی چرا دندونا رو از پیرا میگیره؟ به خاطر اینکه در هنگام پیری که از غفلت نیاندازی به پیری لب گزیدن را. میگه این پشیمون شدنه رو به پیری نیاندازی ها، پشیمون شدنه رو الان انجامش بدی، وقت پیری نیست. پس این حسن بد میده دیگه. چرا این کارو میکنه؟ چون اینجوریه. پس گزینه 2 نمیتونه جوابم باشه. ببین اینجوری باید بررسیش کنی. به آهی ریزد از هم تار و پود هستی ظالم، نسیمی میزند بر یکدیگر زلف پریشان را. خب اسلوب داره. به آهی ریزد از هم تار و پود هستی ظالم، یه آهی میاد تار و پود هستی ظالم رو از بین میبره، همان گونه که یه نسیمی بیاد موها رو پریشان میکنه، زلف رو پریشان میکنه، یه نسیم کوچیک اون حجم رو پریشان میکنه. خب اسلوب داره دیگه. بعد نسیم میاد به هم میریزه، نسیمی میزند بر یکدیگر زلف پریشان را. به استعارش دقت کن. چهار بعد گفته ایهام تضاد. به خونه لعل فرو رفت کوه سنگین دل، چو در محبت شیرین هلاک شد فرهاد. تضادش رو پیدا کنی. به خونه لعل فرو رفت کوه سنگین دل، چو در محبت شیرین هلاک شد فرهاد. ایهام محبت شیرین. حالا محبت شیرین و ایهام بگیرم یا نگیرمش؟ میبینی؟ باید معنیش بکنم که ببینم محبت شیرینه، محبت مثلا محبتی که مزه داره یا نه. چو در محبت شیرین هلاک فرهاد، در محبت معشوقش هلاک شده. این خیلی راحت میشه این کارو کرد با هم. حالا بریم همینا رو ترتیبیشم ببینیم با هم، ترتیبیشم ببینیم، بعد سوال انسانیارم بیارم تحلیل کنیم با هم دیگه. چند تا شد ترتیبیش؟ ترتیبیش سوال 12. خب مثل که اینجا
خط اینو باید بذارم. خب سوال ترتیبیش آره دیگه همینه دیگه، ترتیبی نداره، فکر کنم ترتیبی داره. نه رفتیم تو دستور، بریم سوال انسانی ها رو بیارم براتون، سوال آرایه هاشو. یه دونه سوال داشتیم فاقد مجاز، سوال هفت اولین سوال آرایش بود. بچه ها استعاره مصرحه در کنکور مجاز نمیگیرنش، چند سالیه که اینجوری هست و حواستون باشه. درست مجاز به علاقه مشابهته، مجاز به علاقه مشابهت هست، اما گفتن که استعاره مصرحه رو متن گیریم، یه چیزی که تو تستا بر سنجش که چیزی نمیگه، فقط پاسخ کلیدی میده. طبق پاسخ کلیدی ها و تحلیل ها استعاره مصرحه مجاز نیست. یعنی اگه اینجا تو واژه دیدی استعاره مصرحه، نباید مجاز بگیری، باید ردش کنی، دنبال خود مجاز بگردی. خنده خوش زان نزدی شکرش، تا نبرد آب صدف گوهرش. این آب، آبروی صدفه ها، حواستون باشه. آبروی گوهرش، آبروی صدف رو نبره، آبروی مروارید رو نبره، داشته باش اینو. دو، گویی رگ جان میگسلد زخمه ناسازش. زخمه ضربه، درست، ضربه ناسازش ناخوشتر از آوازه مرگ پدر. آوازش از آوازه مرگ پدر ناخوشتره. دقت بکنید اینو. تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو ببرد قیمت سرو بلند بارا. قیمت ارزش. چهار، بیزارم از پیاله و از ارغوان و لاله، ماییم و آه و ناله کنجی گرفته مأوا. حالا اینجا پیاله رو میتونیم بگیم پیاله، از پیاله بیزارم، از مجاز از شراب بگیریم پیاله رو. دقت بکنید سوال دشواری بوده، سوال بحث برانگیزی بوده. این جزء سوالایی که حالا بعد از کنکور داستان میشه برای بچهای انسانی. پاسخ تشریحی شد و تحلیلش رو براتون خواهم گذاشت. سوال 8 رو ببینیم. در کدام ابیات آرایه استعاره تشبیه مجاز یافت میشود؟ باز همون مدلی که تو ریاضی اومد، همون مدلی که تو هنر اومده. استعاره تشبیه مجاز، دو تاشو انتخاب میکنی، مثلا استعاره تشبیه انتخاب میکنی، بعد مجاز ها. ای گل خوشرو، اگر صد قرن باز آید بهار، مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگویی را. مثل منش که تشبیه، ای گل خوشبو هم که استعاره، بهار هم میتونیم بگیریم مجاز از خوبی ها، مجاز از جوانی ها، مجاز از شکفتن ها. به لبت بدیدم و لعلم بیفتاد از چشم، یا اگه به ضرورت وزن بخونیم باید بگیم بیفتاد از چشم. سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را. تشبیه پنهان، من فکر میکنم فردا برای بچه های تجربی تشبیه تفضیل، تشبیه برتر، یعنی مشبه مشبه اون بروی که پنهان به هم تشبیه شده به سین بیت، سوال باشه، حواستون باشه. لب تو مثل لعله، لب تو رو دیدم لعله از چشم افتاد. سخن گفتی قیمت ارزش مروارید کم شد، یعنی سخن تو از مروارید با ارزش تره، یا مثل مروارید ولی از اون با ارزش تره. جیم، شمع فلک با هزار مشعل انجم، پیش وجودت چراغ بازنشست است. چراغی که از کار افتاده، چراغی که از کار دیگه کار نمی کنه، چراغ خاموشه، چراغ بی نوره در برابر وجود تو. شمع فلک، فلک مثل شمعی که هزار تا انجام داره، مشعل انجام اضافه تشبیهی، شمع فلک اضافه تشبیهی. حالا شمع فلک هم میتونیم مثلا در مجموعش بگیریم استعاره از خورشیدا. پیش وجودت چراغ بازنشسته است، اینم تشبیهه، یعنی میگه خورشید پیش وجود تو مثل یه چراغ خاموش میمونه. از رشک آفتاب جمالت بر آسمان، هر ماه ماه دیدم چون ابروان توست. هر ماهی که دیدم مثل ابروهای تو بوده، پس تشبیه که دارم بازم. بعد از رشک آفتاب جمالت بر آسمان، آفتاب جمال تو، آفتاب زیبایی تو، آزیبایی تو مثل یه آفتابیه. پس اینجا اصلا من باید برم سراغ استعاره و مجاز پیدا کنم، حذف گزینه کن لطفا. آرایه بعدی که داشتیم توی انسانی ها، فصل گل روی تو جوان ساخت جهان را. جناسش رو همینجا دیدم ها. حسن تو از این باغ برون کرد خزان را. زیبایی تو خزون رو برده، یعنی تو از اونا زیباتری، تشبیه برتر داره. فصل گل روی تو، فصل رو میتونیم باز مجاز بگیریمش، بهش دقت بکنیم، مثلا استعاره تشبیه جناس واژه‌ای، ببین چه گزینه خوبیه. اینجا تشبیه تشخیص، جناس تضاد. پس الان طراح از من میخواد که تفاوت، ببین تشبیه تشخیص جناس، استعاره تشبیه جناس واژه‌ای که به دردم نمیخوره، تضاد بین فصل گل روی تو جوان ساخت جهان را
تضادی نمیبینم. بهار با خزان تضاد داره، نه با فصل گل روی تو. حواست به این نکته باشه ها. اینجا استعاره دارم دیگه، حسن تو از این باغ، این باغ استعاره است. استعاره شو دارم، تشبیهشم که پیدا کردم که جناسشم که داشتم دیگه، به همین سادگی. این هم مثلا ندارم، این هم ندارم، یا مثلا تضاد ندارم، میتونین گزینه حذف کنین باشه. بعد فصل گل روی تو جوان ساخت جهان را، فصل گل روی تو میتونه مگه این کار را انجام بده؟ استعاره تشخیصش قطعا هست، حواستون به این باشه. سوال ده، در ابیات زیر کدام مرایده به ترتیب وجود دارد؟ بازم همونه، سوال سوال جدیدی بود، احتمال داره که برای بچه های تجربی از این سوال جدید داشته باشن. چه جوری جدیده؟ 4 بیت دارم. خب بعد گزینه ها به ترتیبه، در ابیات زیر کدام آرایده به ترتیب وجود دارد؟ یعنی میخواد بگه که اولیش تشبیه تضاد اسطوح سامیزی، این شکلی ها دقت بکنید بهش. خب بله هیچ چیزی نیست بچه ها، من اینجام همه چی ردیفه. یه سری وعده ها دادن که ایشالله تو مجلس تصویب بشه برام اجرا میکنن. از روی نرم سرزنش خار میکشم، چون گلز حسن روی خود آزار میکشم. یعنی میخوام ببینم اسلوب داره، اسامیزه داره، تشبیه داره، جناس یا کیفیتی که دیدم از چشم مست دوست، هرگز ندیده چشم جم از دور جام خیش. جم و جامو نگاه کن، تضاد، جناس، تلمی، ایهام، هر کدوم نداش میزنیش کنار با حسب گزین. یعنی هر چی سوال حجم بیشتری داشته باشه آسان‌تر حل میشه، هر چی سوال اطلاعات بیشتری در اختیار ما بده برای حسب گزینه خیلی راحت‌تر این کار رو انجام میدیم. پرتش میکنی بیرون، میزنی میری گزینه‌ای داره جواب پیدا میکنی. مثلا جناس داره، میگی خب این که الان تلمیح داره، تلمیح نداره، گزینش حذف میکنی. ایهام نداره، گزینش حذف میکنی. این شکلی ها. یا اصلا برو سراغ آرایه‌ها، بگو این پارادوکس داره، تمثیل داره، حسن داره، یا مثلا سومی تشخیص مجاز، حسن تشبیه. ببینید بیتاشو بخونم برات. شیرینی نشاط جهان را گرفته، صبح از هوای تر هوای تر شکر آب دیده است، صبح از هوای تر شکر آب دیده است. اینجوریه. من میگم اولین بار دارم بچه ها این رو میبینم، چون تازه سوال به دستمون رسیده، من همزمان با شما دارم میخونمش. طالب، طالب وصلی اگر با غم هجران خوش باش، گل نمیگشت عزیز این همه گر خار نداشت. اگه این همه خار نداشت، خب اسلوبشو داره دیگه. اما دستورا، دستورا قصه داره، بهش دقت بکنی. نکته ای بوده، دستور تجربی، دستور ریاضی، دستور انسانی، دستور هنر، همه شبیه هم. ببین موضوعشو، الف و نون، موضوعی پرتکرار بوده، منتها صفت فاعلی، نشانه اسمی، زبان مکان. من بهت گفتم برو سراغ صفت فاعلی، تو کلاسامون توضیح دادم که صفت فاعلی بنه مضارع به اضافه الف و نون ساخته میشه، بقیهشون باید معنای زمان مکان بده. وقتی معنا نده، خب گزینه‌شو حذف میکنم. کاری داره دیگه این حل کردنش؟ صفت فاعلی، خندان، خاوران، رویان، هراسان. خب هراس که بنه مضارع نیست، درسته؟ هراسیدن چرا استاد بنه مضارع است؟ میتونم به بذارم اولش امرش کنم، این شکلی. الف و نون رو برد، خنده، بخند، خاور، بخاور، یعنی به جان خودم. اگه بله استاد ما تو محلمون استفاده میکنیم، میگیم بخاور، یعنی مثلا این کارو زشته نکن. تو محلتون هر کاری میکنی تو کنکور نمیاد. پس این حذفه. حالا صفت نسبی دارم، هرمزدان، پایزان نسبی نیست. پس اصلا گزینه 3 چه گزینه غلطیه؟ ترکان گزینه ناکن، گزینه رو ببین، راهبندان، ببینی راهبندها، اینو داشته باش. بعد مکان و زمان خواسته، یعنی اول زمان خواسته بعد مکان. ناگهان، ناگه، ناگاه، نگاه کن. یا اینجا یخمندان، مکان رو نگاه کن، چناران، توران، دیلمان، تابان. دیلمان مکان، توران مکان محل زندگی تو، چناران نیست دیگه، محل زندگی چنار ها. سوال 12، متن زیر به ترتیب این سوالی بود که من همین پیش پای شما داشتم میخوندمش تو وابستای وابسته. یه نکته توش وجود داره، من یه نکته رو میخوام امروز بهتون یاد بدم، یه کلاس آموزشی تو 2 دقیقه. اگر جمله نثر داد و از شما خواست که وابستهی وابسته پیدا کنید، در واقع از شما میخواد که به جز وابستهی وابسته تشخیص بدی از کجا تا کجای گروه اسمی رو میسازه. این مهمه،
دیدم دو سه تا از همکارا اشتباه کرده بودن موقع خانشش، موقعی که سوالا داشتیم با هم بررسیش میکردیم چند لحظه پیش، تو خانشش بچه‌ها اشتباه کردن، گفتن بچه‌ها برای خانش فعل و نهاد این دوتا رو مقابل هم قرار میدی، خب جمله رو جدا میکنی، تو بافت اون جمله میای بررسی میکنی گروه اسمی رو. نگاه کن، از زخم فراخ حنجرهش دیگر بار باران کلام مهربانش را بر من نمیبارید. حالا من میخوام ببینم چجوری از زخم فراخ حنجرهش دیگر بار یا دیگر بار باره، خب بار باران که نمیتونم بگم، از زخم فراخ حنجرهش دیگر بار باران کلام مهربانش را یا دیگر بار باران کلام مهربانش را بر من نمی بار باران. حالا اینجا از زخم فراخ حنجرهش، از زخم فراخ حنجره او دیگر بار باران کلام مهربانش را بر من نمی بارید. بر زخم بسیار پیکرش عطر آسمانی شهادت موج میخورد، موج میخورد، نمیبارید. چی نمیبارید؟ باران کلام، باران کلام مهربان او بر من نمیبارید. چرا نمیبارید این بارانه؟ به خاطر اینکه حنجرش زخمی شده بوده، نمیتونسته حرف بزنه. بر زخم بسیار پیکرش عطر آسمانی شهادت موج میخورد. ببین یه نکته ای رو گفته بودم تو وابسته های وابسته، وقتی سه تا کلمه یا پیدا کردی از سه، دومی صفت داشت که مثل کتاب زیبا صفت کسره دار بود، سومی اسم بود، اینو باید حذفش کنی، به دردمون نمیخوره تو وابسته های وابسته. یعنی وقتی مثلا اینجا نگاه کنی، اینجا من یه چهار کلمه ای جدا میکنم، اینجا چهار کلمه ای جدا میکنم، اینجا جدا میکنم، اینجا جدا میکنم، عطر آسمانی شهادت رو میام همون اول حذفش میکنم، چون میگم آسمانی اینجا صفته، خب شهادت اسمه، پس این به دردم نمیخوره تو وابسته وابسته. بعد میام میگم زخم فراخ حنجره اش، اینم به دردم نمیخوره، یه اش رو نگر میدارم. باران کلام مهربان او، مهربانه به دردم میخوره، بارانم به دردم میخوره. زخم بسیار پیکرش، درست شد؟ بر زخم بسیار، بسیار هم اینجا صفته دیگه، بسیار پیکر او، این اوه به دردم میخوره. نگاه کن چیزایی که به دردم میخوره این چهارتاست، میبینی؟ این چهارتا، خب سه تاش اسم، یکیش صفته دیگه، پس در واقع سه تا اسم یکی صفته. این تحلیل منه در واقع، حواستون به این نکته باشه. یه نگاه سریع بندازیم بچه‌ها، چون میخوام بیش از این وقتتون رو نگیرم و موضوعاتش رو با هم بررسی بکنیم. فایلش در اختیارتون قرار خواهد گرفت، حتما توی اینستاگرام باشید لطفاً، من این فایده در اختیارتون قرار خواهم داد، استوری خواهم کرد، توی کانالمون هم خواهیم گذاشت، حتما توی اینستاگرام ظریف‌سه هم خواهیم گذاشت. موضوعاتشون مشترک، نمودار، نمودار گروه اسمی، باز وابسته وابسته از چپ به راست صاحباشو پیدا کن وصلش بکن. یا مثلا اینجا رو ببین توی این موضوع، نگاه کن، بذار ذره بیارمش پایین‌تر سفرو. این که اصلا فقط من سوالشو براتون میخونم چون اصلا فکر کنم نمیشه ببینیمش. قافیه چه نقشی داره؟ کلمات قافیه رو پیدا بکن، نقش واژه ازت خواسته. و دوباره همون سوالی که با توجه به متن زیر به گزینه‌ها پاسخ بدیده، که تو 99 هم بوده، توی 1400 هم بوده، برای بچه‌های انسانی هم همینطوره، برای بچه‌های تجربی به راحتی میتونن این گزینه‌ها رو حل کنن. زمان شرط، فقط برس، زمان بذار تو ادبیات، درصد عالی خواهی دید و منتظر خبرهای خوبتون هستم. منتظر اینم که بعد از کنکورتون، از این که در کنار ما بودید، هم لذت برده باشین، هم یاد گرفته باشین، هم برای فردا پر انرژی برید. میخوام بگم ادبیات خوش دست بوده، خوبه، میشه خوب حلش کرد، تکنیکی توش داشته، سخته، واسه همه سوالای دشوار هست، آرایه یه دونه سخته، 4-5 تاشو نزن، مثلا نخون، دیدی سخته ردش کن، برای فردا برای بچه تجربه میگم، ردش کن، راحت، ردش کن، هیچ اذیت نمیشه، همه اینجوری میشن. تو بتونی 15 تا 20 تا سوال رو عالی جواب بدی، بهترین اتفاق برات خواهد افتاد. خوشوقت شدم که در کنار شما بودم، به امید اینکه همیشه همیشه بعد از هر امتحانی که دادید راضی بیاید بیرون. موفق باشین، خدا نگهدار.